سلام خوش اومدید به این ویدئو کلاس نظریه بازی ها که در ادامه جلسه قبل هست و من اینها رو روی تخته نگه داشتم در جلسه قبل من تعادل نشه ترکیبی رو تعریف کردم در حقیقت گفتم یک استراتژی ترکیبی آلفا ستاره در حقیقت یک نمایه استراتژی های ترکیبی آلفا ستاره یک تعادل نشه یا یک تعادل نشه ترکیبیه در حقیقت اگر و فقط اگر هیچ بازیگر آی با تغییر بازی خودش و ثابت بودن بازی بقیه پس این یعنی تغییر بازی خودش این جمله یعنی ثابت بودن بازی بقیه نتونه سود خودش رو زیاد بکنه و در اون نقطه تعادل نش اون تا به احتمالی که روی بازیهای خودش تعریف کرده بهترین کاری باشه که میتونه بکنه من میتونم اینو به یک بیان دیگه هم بنویسم و اونم اینه که یک اگر و فقط اگر دیگه اینوری بذارم و بگم این یک تعادل نشه به شرطی که این و این هم درسته اگر و فقط اگر آلفا آی ستاره یعنی بازی که بازیگر آی من در نقطه تعادل نش داره میکنه برابر بهترین پاسخ بازیگر آی به آلفا ستاره منفی آی یعنی بازی همه بازیگرهای دیگه با فرض ثابت بودنش آلفا آی ستاره بهترین پاسخ بازیگر آی به اونها باشد و در حقیقت من میتونم بنویسم باید آلفا آی ستاره مساوی باشه با بهترین بازی, بازی بازیگر آی یعنی best response b b رو یادتون هست دیگه با تابع best response یا تابع بهترین پاسخ رو با بینشون نشون میدادیم بهترین پاسخ بازیگر آی به بازی بقیه بازیگرها در تعادل نش و این باید برای هر بازیگر آیی درست باشه این دقیقا مشابه تعادل نش ساده هست که هر بازیگر آی من باید بهترین پاسخ خودش رو بازی بکنه در اون نقطه تعادل نش تا اون نقطه تعادل نش باشه حالا بذارید من بیام روی این شکلی که اینجا کشیدم و حتما از خودتون تا حالا پرسید اصلا چرا این همه یو تعریف کرد و این همه شکل کشید و این کارها اصلا برای چی بود من برم و یه خورده روی این شکل صحبت بکنم بیایید یک استراتژی ترکیبی تعریف بکنیم برای بازیگر یکمون خب چون دو تا کلن عمل میتونه انجام بده پس من میتونم بگم با احتمال پی تی رو بازی میکنه با احتمال یک منهای پی بی رو و همینطور بازیگر دو من با احتمال کیو ال رو بازی میکنه و با احتمال یک منهای کیو آر رو حالا احتمال اینکه من در این نقطه قرار بگیرم چقدر هست؟ پی زب در کیو دیگه درسته چون با احتمال پی این بازیگر تی رو بازی میکنه با احتمال کیو این بازیگر الو و احتمالی که من بیفتم روی این مربع میشه پی زب در کیو به همین ترتیب احتمالی که بیفتم اینجا چقدره هست پی در یک منهای کیو و به همین ترتیب این نقطه هست یک منهای پی در کیو و این نقطه هست یک منهای پی در یک منهای حالا من میتونم سود بازیگر یک رو از این استراتژی ها یعنی از پی و کیو از استراتژی این از اینکه استراتژی ترکیبی یک بازیگر پی و کیو باشه در حقیقت سود بازیگر یک رو از این آلفا آلفا خاص که آلفا مساوی هست با پی و کیو به این شکل بنویسم که سودش مساوی میشه با با احتمال پی کیو چی به دست میاره بازیگری که من میافتیم روی اینجا و یو 1 تی و ال به دست میاره درست پس با احتمال پی کیو یو 1 تی و ال به دست میاره این سودی هست که در این مربع به دست میاره در این مربع یا حالا مستطیل چیزی که به دست میاره هست با احتمال پی در یک منهای کیو یو 1 تی و آر به دست میاره به علاوه در این مربع با احتمال یک منهای پی در کیو یو یک بی و L به دست میاره و در این مربع آخر با احتمال یک منهای پی در یک منهای کیو یو یک بی و آر به دست میاره ببینید من الان دیگه دارم کلی ترین حالت ممکنه یک بازی دو نفره رو می نویسم خب و به این دلیل دارم این کار رو میکنم که قبلا یک مثال ازش حل کردم و یعنی من عادت ندارم اول حالت کلی رو بنویسم این دیگه کلی ترین حالت یک بازی دو نفر است که شما میخواید تعادل نش ترکیبیش رو پیدا بکنید خب یعنی این یو ها هر عددی میتونن باشن این پی و کیو هم هر عددی میتونن باشن و این میشه سود بازیگر یک حالا من میتونم اینو یک شکل دیگه هم بنویسم و بنویسم این مساوی میشه با پی در یعنی من فاکتور میگیرم از این پی که این دوتا دارن در کیو در یو یک تی و ال به علاوه یک من های کیو در یو 1 تی و آر به علاوه یه حالا از این یک من پی این دوتا عبارت فاکتور میگیرم به علاوه یک من پی در دوباره کیو در یو یک بی و ال این نفه به علاوه یک من کیو در یو یک بی و آر خب حالا اگر شما نگاه بکنید به این عبارت که اینجا هست یعنی این عبارت و نگاه بکنید به این عبارت میبینید که این دوتا عبارت یک عدد خاص هستن همینجوری نیستن این عبارت میگه کیو با احتمال کیو شما این رو به دست میاری یو یک تی و L و با احتمال یک منهای کیو یو یک تی و R این داره به من چی رو میگه؟ این داره به من میگه که آقای بازیگر یک اگر شما با احتمال یک تی بازی بکنی یعنی حتما در این نقطه باشی این امید ریاضی سودی هست که به دست میاری خب یعنی اگر شما بگی من الا و بلا تی بازی خواهم کرد با احتمال کیو این رو به دست میاری و با احتمال یک منهای کیو این یکی رو پس من میام اسم این رو میذارم امید ریاضی بازیگر یک از اینکه اون تی بازی بکنه و بازیگر دو با احتمال کیو ال و یک منهای کیو آر بازی بکنه اسمش رو گذاشتم ای یک T و Q به همین ترتیب این یکی رو اسمش رو میذارم ای 1 بی و Q چون این عبارت سودی هست یا امید ریاضی سودی هست که بازیگر یک به دست میاره اگر قطعا بی بازی بکنه و بازیگر دو همون Q رو بازی بکنه پس مجموع سود بازیگری که من میشه P در یک تی و کیو یعنی با احتمال پی سودی که اگر قطعا تی بازی بکنه به علاوه با احتمال یک منهای پی سودی که اگر قطعا بی بازی بکنه رو به دست میاره خب پس این میشه این فرمول نهایی سود بازیگر من خب حالا اگه به این تابه نگاه بکنید میبینید که این در حقیقت یک تابه ای هست از پی و Q دیگه همونطوری که انتظار داشتم یک تابه هم از P هم از Q در حقیقت داره سود بازیگر یک رو به ازای استراتژی خودش و استراتژی حریفش تعیین میکنه حالا من میخوام برم و بهترین پاسخ بازیگر یک رو برای هر بازی بازیگر دو پیدا بکنم در حقیقت میخوام بهترین P رو به ازای هر Q پیدا بکنم پس بذارید این بالا رو من پاک بکنم تا بتونیم راحت این کار رو انجام بدیم خب یک درست مثل مثالی که از بازی مچینگ پنیز حل کردیم با هم دیگه یک نگاه خاص به این تابه میتونه خیلی به ما کمک بکنه نگاه بکنید این تابه رو این تابه الان به این شکله که با پی ضرب شده در یک عدد و یک منهای پی ضرب شده در یک عدد دیگه حالا اگر اتفاقی که میفته این باشه که به ازای یک سری از کیوها ها یک T و Q بزرگتر باشه از E که B و Q یعنی امید ریاضی عددی که من در این سطر بالا به دست میارم Q زب در این و علاوه یک منه Q زب در این بیشتر باشه از Q زب در این و علاوه یک منه Q زب در این یکی یعنی این اتفاق بیفته در این صورت بهترین پاسخ من چی هست؟ خب من میدونم این جمله الان بزرگتر از این جمله خب در نتیجه من بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که همه وزن پی رو قرار بدم روی این جمله ای که بزرگتر هست دیگه درسته پس من بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که پی رو قرار بدم با برابر با یک یعنی همه وزن رو روی جمله بزرگتر بذارم احتمال و به همین ترتیب اگر کیو به نحوی باشه که یک که t و کیو کوچیکتر باشه از یک b و Q من بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که پی رو قرار با صفر قرار بدم تا همه وزن رو قرار بدم روی این جمله که این دفعه این جمله بزرگتر هست از این جمله که کوچیکتر هست یک منهای پی رو بکنم یک پی رو بکنم صفر تا این جمله خیلی بزرگ بشه و به همین ترتیب اگر ای یک تی و کیو مساوی باشه با ای یک بی و کیو یعنی اگر این جمله و این جمله با هم مساوی باشن من مستقل از اینکه پی رو چه عددی به دست بیارم سودم دقیقا برابر با همین جمله خواهد بود یا همین جمله چون با هم برابرن و در نتیجه من هیچ جوری نمیتونم با هیچ عدد پی سودم رو تغییر بدم شما میتونید اینو خیلی راحت باز بکنید ببینید که این میشه من اینجا براتون اسم این جمله رو من میذارم x مثلا خب پس اینم که الان شد x پس این میشه px به علاوه یک منهای پی x که این مساوی میشه با x چون منهای p با p پی... منهای p x با p x ساده میشه پس شما هیچ جوری با p نمیتونید سودتون رو تغییر بدید و همون x رو به دست خواهید آورد و بنابراین p هر عددی بین 0 و یک باشه شما سودتون یکسان خواهد بود و تغییری نخواهد کرد این الان میشه بهترین پاسخ بازیگر یک به هر بازی بازیگر دو یعنی شما کیو رو به من بده من از روی کیو میام این نسبت رو حساب میکنم که کدوم بزرگتره کدوم کوچکتره یا مساویان و بعد به شما میگم بهترین پاسخ بازیگر یک چی هست و به همین ترتیب من میتونم بهترین پاسخ بازیگر دو رو هم حساب بکنم و در ویدیو بعد من مثال قدیمی با خورس روینسکی یا بتل آف سکسز یا رقابت دو جنس مخالف رو از طریق این روش که این جلسه خیلی عمومی بود براتون حل میکنم تا با تعادل نشه بازی های دو نفره ساده خیلی بیشتر دو نفره تعادل نش ترکیبی بازی های دو نفره خیلی بیشتر آشنا باشید فعلا خداحافظ